به نام خدا. سلام، حسن تکلو هستم. به فصل 21 prenatal period، دوران قبل از تولد رسیدیم. صفحه 637 کتاب ساندرز هستیم، ورژن 8. این قسمت یک فرمول خیلی مهم داره به اسم فرمول ناگل که تخمین زمان زایمان هست بر اساس last menstrual period که بر اساس آخرین روز قاعدگی هست. معمولا بر اساس آخرین روز قاعدگی 40 هفته بعدش میشه این EDD که Estimating Due Date، تخمین زمان زایمان هست و به صورت روز اگه حساب کنیم میشه 280 روز و میشه 38 هفته بعد از Fertilization، بعد از لقاح هست. فرمول ناگل توی باکس 21 یک هستش، صفحه 659 کتاب ساندرز. خیلی ساده اومده توضیح داده، ولی من برای شما 7 تا مثال میزنم و فایل PDFش هم درست کردم و تکنیکایی به کار بردم و این فایل PDF رو براتون میفرستم توی کانال تکلو RN که اینجا اسمش نوشتیم. تو کانال تلگرام هست فایل PDFش. بریم سر دستمون. خب فرمول ناگل میگه که اولین روز آخرین قاعدگی، first day of last menstrual period، اولین روز آخرین قاعدگی، مثلا یه بیماری سپتامبر 12 سپتامبر 2021 هست که 3 ماه ازش کم میکنید که میشه جون 12 2021 و 7 روز بهش اضافه میکنین، 12 به علاوه 7 میشه 19 و 1 سال به سال اضافه میکنیم میشه جون 19 2022. حالا من اومدم به صورت ساده تر یه سری اطلاعات اضافه به کتاب اضافه کردم. ببینید، ماهای میلادی جنوری، فبروری، مارچ، اپریل، می، جون، جولای، آگوست، سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دسامبر. همجور که میبینید مارچ، اپریل، می بهار هست که با رنگ صورتی مشخص شده. جون، جولای، آگوست تابستون هست با رنگ قرمز چون گرمه و سپتامبر، اکتبر، نوامبر را به عنوان پاییز در نظر گرفتیم زرد و دسامبر، ژانویه، جنوری، فبروری این هم رنگ آبی سرد زمستان هست. شروع سال میلادی از ژانویه است و نکاتی که باید بدونید اینه که بعضی از ماهای میلادی 30 روزه هست، مثل اپریل، جون، سپتامبر، نوامبر، که من یه فرمولی درست کردم، نیمانیک، یک ابریویشن به اسم آجونسن که آش میشه اپریل، جون میشه جون، سن میشه سپتامبر، نوش میشه نوامبر. دیگه غیر از این میشه ماهایی هست که 31 روزه. ولی یه نکته، فوریه 28 روز هست. خب ماهایی که 31 روزه جنوری، مارچ، می، جولای، آگوست، اکتبر، دسامبر، شما باید اینا رو یاد بگیرید. خب این من توی این توی این شکل اومدم ماهایی که 30 روز هست به صورت بولد نوشتم، اپریل، جون، سپتامبر، نوامبر، و ماهایی که 31 روز هست زیرشون خط کشیدم، ژانویه، مارچ، می، جولای، آگوست، اکتبر و دسامبر، و فوریه رو فونتش رو قرمز کردم، رنگش رو قرمز کردم. همه اینها به درد میخوره. خب اگر باز این فرمول رو من 2 قسمت کردم، اگر آخرین روز قاعدگی اون LMP بین ژانویه تو مارش باشه، جنوری، فبروری، مارش باشه، 9 ماه بهش اضافه میکنید و دیگه سال تغییر نمی کنید. وقتی که شما 9 ماه بهش اضافه کنید نهایتا تو همون سال میشه و
مثلا نگاه کنید، اگر تو آخرین روز قاعدگی توی ژانویه باشه، اولین روز آخرین قاعدگی توی ژانویه باشه، یا اصطلاحا من این بعد دیگه میگم LMP توی ژانویه باشه، 9 ماه بعد 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10، 9 ماه بعد میشه نوامبر، که اگر مثلا سال 2021 باشه همون سال 2021 میشه. پس برای ژانویه، فوریه و مارچ از این فرمول استفاده میکنیم، میاییم به اولین روز آخرین قاعدگی LMP 7 روز اضافه میکنیم و 9 ماه به ماهش اضافه میکنیم و میشه اون زمان زایمان. ولی اگر این اولین روز آخرین قاعدگی LMP از آپریل باشه تا دسامبر، آپریل، می، جون، جولای، آگوست، سپتامبر، اکتبر، یکی از اینا باشه، از این فرمولی که تو باکس 21 بود استفاده میکنیم، فرمول ناگل، که گفته که بیاین از ماه 3 ماه کم کنید، 7 روز اضافه کنید و به سالش هم 1 سال اضافه کنید و آخر میشه EDT، زمان تخمینی زایمان. حالا من این مثال ها رو شما میتونید فیلم رو پاس کنید و حلش کنید، یا میتونید مثال های بعدی رو شما بعد از اینکه فیلم رو پاس کردید جوابش رو دادید بیاید نگاه کنید. خب ببینید، last menstrual period، آخرین قاعدگی LMP یه مادری سپتامبر، دوم سپتامبر 2016 است. خب گفتیم که اگر این بین، اگر از اپریل تا دیسمبر بود از این فرمول استفاده میکنیم، پس سپتامبر 3 ماه کم میکنیم. اجازه بدید من این فرمول رو بیارم. خب سپتامبر 3 ماه ازش کم میکنیم، 1, 2, 3 میشه جون، پس اینجا میشه جون 2, 2016، و ما 7 روز به این عدد 2 اضافه میکنیم، به دوم جون اضافه میکنیم، میشه جون 9, 2016، میشه 9 جون 2016. خب یک سال اضافه میکنیم، میشه جون 9, 2017. اوکی، حالا سوال بعدی، خب مثال دوم، در مثال دوم LMP 28 سپتامبر 2016 است، که اگر ما از سپتامبر 3 ماه کم کنیم میشه جون 28 2016، 7 روز اضافه میکنیم به این 28. خب باید نگاه کنیم ببینیم جون جزء ماهای 30 روزه است یا 31 روزه. ببینید جون جزء ماهای 30 روزه است. خب یا از این فرمول آژونسن که آپریل، جون، سپتامبر، نوامبر استفاده میکنیم. خب پس جون جزء ماهای 30 روزه هست، میخواییم بهش 7 روز اضافه کنیم، اینجا میخواییم 7 روز به 28 اضافه کنیم. نگاه کنید 28, 29, 30، بعد اینجا میشه دیگه 1, 2, 3, 4، که از به 28 ما 7 روز اضافه میکنیم، از اول میشمارم 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5، میشه ماه بعد میره ماه بعدی. ببینید اینجا جون وقتی که 28 جون باشه بهش 7 روز اضافه کنیم، 30 روزه است، و اینجا میشه 5 جولای، میره ماه بعدی. این نکته رو پس باید دقت کنید، پس میشه 5 جولای، یک سالم به سالش اضافه کنیم میشه 5 جولای 2017، به همین سادگی. پس نکتهش این بود که اولا جون 30 روزه بود، بعد 30 روزش که تکمیل میشه میره تو ماه بعدی که میشه جولای. یه مثال دیگه حل میکنیم، LMP 21 می 2016 است. خب 3 ماه ازش کم میکنیم، بعدم گفتم طبق اون فرمولی که بهتون
دادم گفتم که اگر ما بین ژانویه و مارس بود از اون 9 ماه رو اضافه میکنیم و اگر آپریل تا دسامبر بود 31 سال رو اضافه میکنیم. خب بیایم مثال رو حل کنیم. مثال 3، آخرین روز آخرین قاعدگی LMP می 21 می 2016 است. خب 3 ماه ازش کم میکنیم. ببینید می 3 ماه ازش کم میکنیم، 1 2 3 میشه فوریه. پس فوریه رو در نظر داشته باشید که 28 روزه. پس میشه 21 فوریه 2016. ما باید 7 روز به فوریه اضافه کنیم که 21 علاوه 7 میشه 28. 28 فوریه 2016 یک سال به سال اضافه میکنیم میشه 28 فوریه 2017. فکرم راحت یاد گرفتین دیگه. خب یه مسئله دیگه، سال مثال 4 LMP 25 نوامبر 2016 است. خب 3 ماه کم میکنیم. ببینید از نوامبر اینهاش، اینجا نوامبره، 3 ماه کم میکنیم، 1 2 3 میشه آگست. خب همیشه آگست، 25 آگست 2016. به آگست 7 25 7 تا اضافه میکنیم. خب ببینیم آگست جزء ماهای 30 روزه است یا 31 روزه است. آگست جزء ماهای 31 روزه است. خب پس ما اگر اینجا بیایم بشماریم 26 27 28 29 30 میشه 1، میره ماه بعدی. ماه بعد از آگوست، ماه بعد از آگوست میشه سپتامبر، میشه اول سپتامبر، اول سپتامبر 2016 که یک سال اضافه میکنیم میشه اول سپتامبر 2017. و همین سادگی. خب مثال بعدی LMP 20 ژانویه 2016 است، 20 جنوری 2016 است. خب گفتم اگر بین جنوری تا مارچ بود ما 7 روز اضافه میکنیم و 9 ماه اضافه میکنیم، از این فرمول استفاده میکنیم. خب پس میایم 7 روز اضافه میکنیم به 20 میشه 27 ژانویه 2016. حالا اینجا 9 ماه اضافه میکنیم. شکل رو میارم، ببینید ژانویه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میشه اکتبر. نگاه کنید میشه 27 اکتبر 2016. مثال بعدی 14 مارچ 2016 است که باز بر اساس این فرمول که جنوری تا مارچ از این فرمول استفاده میکنیم، خب 7 روز اضافه میکنیم، 14 علاوه 7 میشه 21، 21 مارچ 2016 و 9 ماه به مارچ اضافه میکنیم که من اینجا از مارچ میشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 که میشه دسامبر، میشه دسامبر 21 دسامبر 2016. مثال بعدی 28 آگوست 2016، 28 آگوست 2016. خب 3 ماه کم میکنیم. من باز میرم از تو این فرمول بهتون نشون میدم، اینجا آگوست، 3 ماه کم میکنیم، 1 2 3 میشه می. خب میشه 28 می 2016. 7 روز به این 28 اضافه میکنیم. بریم ببینیم می جزء 31 روزه هست یا 30 روزه هست. می جزء 31 روزه هست. خب پس اینجا ما میگیم 28 29 نه از 29 میشماریم، 29 30 31 32 از 29 میشماریم، 29 30 31. خب اینجا میریم دیگه ماه بعدی میشه جون، 1 2 3 4 میشه 4 جون 2016 که یک سال اضافه میکنیم میشه 4 جون 2017.
خب مثال بعدی که آخرین مثاله 15 آگست 2016 است. خب همونجور که گفتیم از آگوست 3 ماه کم میکنیم، 1 2 3 که میشه می، میشه می 15 می 2016، 7 روز به 15 اضافه میکنیم میشه 22 می و 1 سال به 2016 اضافه میکنیم میشه 22 می 2017. امیدوارم از این درس لذت برده باشین و این میخواستم این کانال رو تو این فیلم رو بذارم جز درس های وی آی پی، ولی گفتم شاید مشکل خیلی از پرستارا باشه، اینو به صورت رایگان میذارم تو کانال تلگراممون. این پی دی اف رو، این پی دی اف رو میذارم تو کانال تلگرام و فیلمشو میذارم در آپارات و یوتیوب. موفق و پیروز باشید، در پناه الله یکتا، شاد و سلامت باشید.